سلامونه ملګرو، خدای دې کې چې روغ جوړ اوسئ. د روژې مبارکه میاشت در باندې په خیر او خیرات تیریږي ملګرو. نننۍ ویډیو هم د ډېرې یو مهمې موضوع په اړه، هغه د قوشتېپې کانال په اړه ویډیو جوړه کړې ده. ډېره ښایسته ویډیو تاسو ته راوړې ده. ویډیو د افغانستان د پرمختګ کیلي، د افغانستان د خوشبختۍ کیلي ورته ویوئ، د قوشتېپې کانال باره کې ده. نو دا یو حیاتي پروژه ده، دا داسې پروژه ده چې د افغانستان پرمختګ او د افغانستان راتلونکی ورپورې تړلی دی. خوشبختانه چې د دې پروژې اوله فاز هغه تکمیل شوی دی، او دا د خوشحالۍ خبره ده، او دا یو زیری دی موږ او تاسې دپاره. خو دا چې دا اول فاز څنګه تکمیل شو، چا پکې برخه اخیستې وه، او د دې تر څنګ څومره ماشینري په کار ولوېدله، د کوم شرکت لخوا دغه اول فاز تکمیل شلو، او څومره خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه، د کم ځای نه تر کم ځای پورې دا اول فاز دی، او څومره پراخوالی لري، څومره عرض، څومره ژوروالی لري، دغه ټول معلومات په دغه لنډ مستند کې چې ملي تلویزیون برابر کړی دی. او دغه مستند ټول تقریبا 30 دقیقې، ولې ما هغه مهمې برخې راخیستې دي تر څو تاسو خسته نه شئ راسره، او هغه مهمې برخې راسره وګورئ. نو جالبه ښایسته ویډیو ده، ځینې مراکې هم پکې دي، د خلکو اظهارات او احساسات هم پکې دي. راځئ په ګډه وګورو، او رښتیا آخره کې بیا خپل نظر هم راسره شریک کړئ. دا د اوبو ډنډ چې ګورئ، دا د آمو سیند دی. دریای آمو اینک برای شادابی دشت های سوزان افغانستان، او دا چپ طرف ته چې دا کم او غاټ او یاله ګورئ، با آسیای میانه دا د قوشتېپې کانال دی. قرن ها است که این هدیه الهی سرچشمه گرفته از بلندی های پامیر، تقریبا به گونه انحصاری نصیب تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان در سواحل شمالی. دا قدری هوادونه دی چې دوی ته خپل پیمانه ګټه اخیسته و، تر اوسه پورې هم ته ګټه نه اخیسته. سر آغاز مدیریت آب های ما در شمال به مقیاس وسیع است که بخش اول کار آن تکمیل شده و آماده بهره برداری است. آب آمو پس از سرازیر شدن در آن در وهله اول سمره خسته کاری کنه، یا سو کال وروسته به خی طرف او چپ طرف ده دی خسته سرسبزی وی، دی خواته به باغونه وی، یو طرف ته به غنم وی، جوار به وی، او دا ساحه او دا دخت به ور سره ډیره خسته کاری. 108 کیلومتر در دل دشت های ولایت بلخ راه خواهد گشود. با این کار تعریف افغانستان به عنوان کشور فقیر جهان عوض خواهد شد. نور بوی افغانستان د فقیر و هیوادونو نه نه پروژه نه ده. نو دا کار سړی فکر وکړي بیخي دا ممکنه بودی. اکثریت خلکو ته دا سوال پیدا کی اوس هم پیدا شوی، مخکې هم دا دغه پروژه په تطبیق کې د دغه نفر ډیر غټ لاس دی، اتاش سی از موجود لري، او دا به ثابته کړو چې افغانستان کولی شي انشاءالله اندک آغاز شد، در حالی که آگاهی در مورد وسعت و اهمیت پروژه در بین مردم نیز محدود بود. اما حالت به زودی تغییر کرد. شرکت پشت شرکت و ماشینکار پشت ماشینکار و قوشتېپه سرازیر شدند. حتی شهروندان ما از کشورهای همسایه نیز به وطن بازگشتند تا در این برنامه وسیع ملی سهیم شوند. به زودی شمار افزارهای سنگین یا ماشینری به بیش از 4000 رسید و بیش از 10000 هموطن ما به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در آن صاحب کار شده. لز زره کسانو ته د کار زمینه برابر شوله، او سلور زره ماشینری په استعمال شوله. داس فکر وکړي د دې اعداد او تعداد نو تاسو اندازه واخلئ چې قوشتې په څومره لوی پروژه ده. او د دې تر څنګ دا کار خلکو ته مستقیم او غیر مستقیم پیدا شوی دی، یعنی ټول د سلته په مستقیم نه دی لګي، ځینو خلکو دلته یو کاروبار برابر شوی دی، چا نن وای جوړ کړی، چا هوټل جوړ کړی دی، چا د ماشینری او د خاطر مستری خانه جوړه کړې ده. کار ډیر په مشکلات لري، ډیر د زیات مشکلات لري او ارزونه لري، خو هم موږ ډیر په شوق باندې او په مینه باندې د خپل کار کوو، او دومره او په شوق د خپل کار کوو چې سهار وضو یعنی ته مازدیګر پورې موږ په دې نه پوهېږو چې موږ کار کړی هم نه کړی. خیر دی کله، شکر خدای، ایشلمزم یخشه بولده. یا کومه ژبه ده؟ ازبکی ده. خیر ګور دک ایش
کانال کوشتیپا به درازای 285 کیلومتر، عرض اعظمی 152 متر و عمق اعظمی 8.5 متر از 215 کیلومتر اوږدوالی لري. ډیره زیاته فاصله ده کنه، یعنی کابل ته لاړ شي او راشي د جلال آباد نه، ډیر ستر کانال دی. او عرض یا پراخوالی چې دی هغه 125 متره، خو دا ځینو ځایونو کې دومره زیات عرض لري. هغه متوسط او اوسط عرض چې دی هغه 110 دغسې شاوخوا دی، او ژوروالی ځینو ځایونو کې چې ډیر ژور دی هغه ژوروالی 8.5 مترو ته رسیږي، لکه د یو دوه منزله یا درې منزله تعمیر قدر ته. خو دا ځینو ځایونو کې، نورو ځایونو کې به دومره ژور نه فکر نه کوم. ولسوالی کلدار ولایت بلخ الی ولسوالی انخوی ولایت فاریاب دیزاین شده. دغه ولایتونه دي، دغه ولایتونه تیریږي، او دغه ټیکی ټیکی ګوري، دغه کرخم، دغه د شمالی دختی دي، دمو دریا غاړي دي، دغه به خیرازه کی. و به سه بخش تقسیم گردیده است. بخش اول شامل 108 کیلومتر کندنکاری از ولسوالی کلدار تا ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ و ساخت دو پل برای عبور خط ریل. دغه دوه پلونه جدید هم دغه اول برخی اول فاز کې شامل دي، او دا خوشبختانه دا پلونه هم جوړ شوی دي. بخش دوم کندنکاری 177 کیلومتر باقی مانده و ساخت پل ها در مسیر آن است. سومین و آخرین مرحله تقسیم آب به اراضی با استفاده از کانال های فرعی خواهد بود. دغه دریم پړاو چې دغه اوبه د دې کانال نه راخلي او په فرعی کانالونو یا وړو لختیو باندې تقسیمه او رسۍ او بیا د دخت په ټوله ټولې دخت ته لکه د رګونو په شان ورسیږي، نو دغه ته سترګې په لارې دا ورځ به کله راځي الله دې کې چې په خیر سره راشي او په خپل سترګې وګورو دا حالت. نو دا به هغې خیرانۍ پړاو وي، خلکو ته به ځمکې توضیح کیږي، خلک به زراعت او کرنه شروع کوي، نو ډیر زیات د خوشحالۍ ورځې به دا انشاءالله الله دې په خیر راولي. مرحله اول 6 ماه قبل از موعد پیش بینی شده تکمیل شد، کاری که با توجه به چالش ها و دشواری های فراراه تقریبا ناممکن می نمود. بزرگترین مشکل گرمای سوزان دشت های حیرتان بود که خطرات جدی صحی را متوجه افراد شاغل در کندنکاری کانال می ساخت. دلته سو مشکلاتو چه دیکار کار خان گرزیدلی، یو غټ مشکل د بادونه، ډیر خطرناک بادونه دلته راولوزی، وسترګو کې به خاورې غورځيږي، مخ دې سپېره کوي، بس داسې توند باد راولوزی. د بادونو نه علاوه دلته ډېره زیاته ګرمي ده، ځکه دښته ده کنه، نو دغه ګرمۍ کې کار کول او دغه دښته کې کار کول، د دې بادونو سره مقابله کول، هغه یو کس خو پکې وایي زه ماشی وخوړلم، وایي بیا مې څو پیچکارۍ وکړلې، او دغه دومره خطرناک ماشی و چې د هغې نه وروسته بیا زه ښه شوم، یعنی دومره تکلیف خلک تېروي. یو بله غټه ستونزه دا ده چې کله دوی کندنکاري کوي، یعنی کیندنه کوي، د ځمکې لاندې اوبه، یعنې دلته ډېر اوبو سطحه ډېره لږه فاصله کې اوبه راوځي، 500 مترو کې اوبه راوځي، چې کله دوی کندنکاري کوي نو هلته اوبه راوځي، چې کله دا ځای لوند شي نو دلته بیا ماشینونه ودرېدل او کار کول، دا هم غټ مشکل دی. ولې سره د دې مشکلاتو بیا هم افغانانو، ځکه دا یو حیاتي پروژه ده او دا د ټولو افغانانو پورې تعلق لري. پروژه په شمال کې د جنوب او د لویدیځ او د شرق خلک ورته خوشاله دي، ولی ځکه دا د ټولو ته خیر رسیږي. نو سره د دومره مشکلاتو بیا هم د شپږ میاشتې مخکې دغه خپل وخت نه دغه پروژه د دې پروژې اول فاز هغه تکمیل شلو، او حتی داسې مشکلات هم تیر کړل چې خپل زه د لشمانیا دغه ماشی چې چلې میاشه چې د دو په دو پښو باندې څلور 15 ځایه وچې چلمه، او حتی د دې د علاج دپاره مې 8 پیچکارۍ وکړلې، خو نن 8 پیچکارۍ کړې، زحمتونه نتیجه وه چې موږ وکولای شوی، په دغو زحمتو نتیجه چې موږ هغه ګرمۍ تېرې کړلې، هغه توپانونه هم تېر کړل، او لوږې تندې هم تېرې کړلې، او تکلیفونه هم تېر کړل. نن الحمدلله زه اوس 100% مطمئن یم چې افغانستان انشاءالله د دې کانال الله دې درته اجر درکړي کاکا، ټول افغان ملت به سیار شي. مشکل اصلي دیګر موجودیت کوههای ریګي در دغه غونډه یو بل مشکل دی چې د کانال مخې ته پرتې وي، بادونو راوړې وي، دا شګې راوړې، غونډې جوړې کړې،
با موفقیت برداشته شد. سور سپیره زیده، سور بد اخگاری او داو بچی پا که تیری شویدی سور خیسته در خلای جوره کرده. خواهید پرسید که قوشتیپه را چرا باید مایه مباهات ملی دانست؟ در خودی را با عظمت او انشالله امیدوار فروجه ده چه خدای در سر تو رسوی او در خلق اول امیدواری خدای تا در دوم دو کانال تا ده بلکل یعنی دو کانال تا خلق دیر غط امیدونه لری او یوالا تراونن دی خلکو همدا د چدا د کوشتپی کانال جوړ شي او خلک دونه مستفید شي. دهقانان در منطقه با دلگرمی به پیشرفت کارهای کانال قوشتیپه نگریسته و به صبرانه منتظر جاری شدن آب در آن می باشند. در حقیقت 60 سال می شود که آنها این رویا را در دل می پرورانند. انگار با تکمیل شدن مرحله اول قوشتیپه رویاها به حقیقت مبدل می شوند. دهقانان از همین حالا برای استقبال از آب آمو که به زودی بستر خشک و گردآلود قوشتیپه را مرطوب و معطر خواهد ساخت آمادگی می گیرند. آب دریای آمو تا هنوز به کانال وصل نشده است، اما بستر آن در برخی قسمت ها هنگام کندنکاری از آب پرگردیده است، زیرا آبهای زیرزمینی در این ساحات عمق کمتر داشته و با کندن اندک دهانه چشمه ها باز می گردد. نو تر اوسه پورې د آمو د سین نه اوبه نه دی راړول شوي. دې خواته د قوشتیپې کانال ته دا کمې اوبه چې تاسې ګورئ د ښایسته رنګ چې لري دا د ځمکې لاندې اوبه دي، او چې کله دوی کندنکاري کوي نو د چینو په شکل باندې راوځي او دا کانال یې ډک کړی دی. یو بله خبره باید وکړمه چې دلته تاسې به وایئ چې دلته دومره ډېرې اوبه دي د ځمکې لاندې، نو ولې د همدې ځمکې لاندې اوبو دپاره دوی سولر یې نه لګوي او دغه دښته نه آباد د اوبو نه استفاده نه کوي؟ نو خبره دا ده وروره چې دا اوبه ډېرې زیاتې مالګینې دي، او د دې مالګینو اوبو نه باندې زراعت هم صحیح نه کېږي. هغه څوک چې زراعت هم کوي نو دومره ښه حاصل نه ورکوي، چېرته ترشې اوبه چېرته خوږې اوبه. ولې د آمو د سیند اوبه چې دي هغه خوږې اوبه دي، هغه د واورې ویلې شوي دي په کوچني پامیر کې او ځینې نورو ځایونو کې هغه اوبه ډېرې روانې دي، خوږې اوبه دي او په دې لاره تېرېږي. نو چې دا خوږې اوبه راننوځي کله وصل شي، اوس هم کار روان دی په ترڅو د دروازه او هغه دخول لاره برابره شي ترڅو د آمو د سیند نه اوبه راواوړي قوشتیپې کانال ته. نو چې څنګه اوبه راواوړي د خیر سره دا تروې اوبه به وباسي او پاکې سوتره ښایسته خوږې اوبه به کانال ورباندې ډک شي او بیا به فرعي کانالونو ته ځي که الله کړی خیر وي. پر شدن پیش از وقت مسیر از آب هرچند به علت دشوار ساختن کار کندنکاری چالش زا بود، اما هرگز به مشکل جوړه ماشینونو ته دغه اوبه لمده خټه کار به یک شوق علاقه به یک اشتیاق و به یک اراده قوی شروع شده و به مو شکل ادامه داشته. طبعا در وایل مشکلات خود می داشته باشه، شروع هر کار مشکلات خود داره. قطع انکشاف ملی با وارد کردن شرکت های خصوصی به این پروژه از یک سو کار اکمال دغه دولتی شرکت چې کوم دی دا کار شروع کړي و هغوی نور دې لپاره چې کار تیز لاړ شي نور شخصي شرکتونه هم نیولې دي او هغه ماشینري هم په کار کې اچولې. تقریبا فورمینان او انجینر صاحبان او مسئول د کمپ او دا تقریبا 15 درس نفر دي او دا یوازې دوی د شرکت تقریبا 210 نفر ته تعداد راسي. دوی تقریبا داسې 250 نفر پورې موږ سره په کار باندې لګیا دي. ډېر ښه انویسونه مو دي په خپل وخت باندې اجرا شوي دي. پیسې په خپل وخت راغلي راځم تا سرویر دا که سایټ انجینر دا که عمومي مدیر دی پروژې دا موږ سره الحمدلله تر ننه پورې ډېره خرابې کړې. ما تر اوسه پورې داسې وخت نه ده تیر کړی لکه دا کانال کې چې موږ تیر کړو. دا اته میاشتې تقریبا اونۍ مې اته میاشتې خو الحمدلله دومره د خوښۍ احساس کوو چې په دا کانال کې موږ یو خدمت وکړو او هېڅ کوم مشکل سره په دغه نو اته میاشتو کې موږ نه یو مواجه شوي. شپې که تګې د ورځې تګې اته شپېته کیلومترې ته دې موږ راتګ وی نو یقیني سي ډېر خوشحاله. که چېرته د قوشتیپې کانال نه وای شروع شوی زموږ شرکت تقریبا 650 اراده ماشینري لري. موږ په کانال بخش کې او سرک بخش کې ښه تجربه او وسایل لرو. موږ 650 اراده مختلف نه وسایل چې دوه نیم اراده کانال در وصلي. که چېرته د کانال نه وای شروع شوی نو دغه خصوصي سکتور د شرکتونو د ماشينري ټوله به کبار کېده، استهلاک کېده او دغه ټوله په کبار باندې خرڅېدل. شرکت ملی به خاطر کمر شکستاندن سکتور خصوصي ساخته نشده. شرکت انکشاف ملی به خاطر تقویه سکتور خصوصي ساخته شده و اکثریت شرکت های خصوصي
در وقتی که پروژه شروع شد کار نبود، وسایل بیکار بود. ما ایره لازم دانستیم که باید ما سهم بتیم به شرکت های خصوصی. این محل دیگر یک دشت سوزان و خشک نیست که مردم از آمدن به آن هراس داشتند. حتی همین فوران غیر منتظره آبهای زیرزمینی هم به زیبایی کانال قشتیپه افزوده و سبب شده است که افراد همراه اعضای خانواده برای تفریح در کنار آن همه روزه به این سو سرازی شوند. در طرف کانال قشتیپه جاده وسیع به عرض وقت ما پیدا کرد و لرشی چکر و هایی که تپه های مصنوعی ریگی به ارتفاع 9 الی 10 متر به آن زیبایی خاص می بخشد. قرار است این تپه ها با درختان و سبزه های موافق با اقلیم آن سرسبز گردند. این کار به علاوه تغییر آب و هوای منطقه، از سرازیر شدن ریگ های اطراف و بستر کانال به علت تنباد ها نیز جلوگیری خواهد کرد. دقیقا کمی خوری چی ویستلی دیزاید دی کانال خواهد تا اتو یا لس متر غندگانی جوری کردی و بیپدی که دی پلان لری چی بوتی ہو کری اگر بوتی چی دلتا حاصل ورکه ترسو دی بوتی ری خی دا غندگ کلکی کی. او د دې ترڅنګ به یو دیوال غوندې جوړ شي او هغه بادونه چې د دې دښتې نه رالوزي دښتې خو به انشاءالله زرغونیږي، ولې بیا هم که کوم ځای نه خاورې دوړې راځي مخه به یې دا نیسي. او د دې ترڅنګ دغه کانال چون خام دی، پوخ نه دی، نو دې دپاره چې ونه شړیږي یو طرف یې راخوی نه شي، نو د دې ونو د دې بیخونو په واسطه به دا نور هم سره محکم شي. دا نړیوالې رسنۍ او ملي رسنۍ په دې باندې راپورونه جوړ کړي. اس آرټیفیشل کنال کا نام ہے کوش ٹیپا کنال. دوستو آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم اسی کوش ٹیپا کنال کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ ایکسپرٹس اس کنال کو افغانستان کے لیے گیم چینجر مان رہے ہیں. شق قناة قشتيبة قد يزيد من الجزيرة بين افغانستان وجيرانها، لكن الحكومة الافغانية مردم و مسئولان در منطقه نیز به پیشرفت کارهای آن با علاقمندی می نگرند. بسیاری در آن نشانه از باورمندی به نیروی افغان ها را می بینند. جوانان مخصوصا از آن انتظار اشتغال زایی وسیع در سکتور زراعتی دارند که نیاز به خارج رفتن را از بین ببرد. زمین های واقع شده در مسیر کانال تا کنون قسمان با آبهای زیرزمینی آبیاری می گردید. اما به علت نمکی بودن این آبها حاصل چندانی از آن برداشت شده نمی توانست. آب آمو در کنار مزاره آتش تاریخی مردم محل را نیز با شیرینی خود فرو خواهد نشاند. چای همه قابل می گشم آبو شور است که آمو زمین هم شور می کنند. وی بچه رو باسم وی بی ترویدی. کانال کی نزدیک بھی آیا کہ او نزدیک میں آیا باز خا درزی دا ہے سر او درزی باش او شرن میں ما دگی ما گندم کشت می کنیم، پختا کشت می کنیم، سبزیجات کشت می کنیم، کشت بابا کشت خربوزا و تربوز چی دار کشت می کنیم. خوب خوب شیرین شیرین خربوزا باز خشت خشت کو ہے کشت کو. آغاز کار کانال پیوسته در حال افزایش بوده و زمیندارانی که با آنها صحبت شده است اظهار امیدواری کردند که با جاری شدن آب این سعود کماکان ادامه یابد. خلق از مکو آقا شاو خواز مکو چی کم خلق از مکی دید اغیر ایتون هم سر جیک شوید. با گذشتن از دشت های سوزان و ریگی حیرتان و نهرشاهی به ولسوالی دولت آباد این ولایت می رسد. فاز دوم مسیر آن را از ولسوالی دولت آباد و ولسوالی چاهی ولایت بلخ به ولسوالی آقچه ولایت جوزجان تعقیب خواهد کرد. بعد از طریق ولسوالی های مردیان، منجیک و خواجه‌دوکوه وارد ولایت فاریاب گردیده به ولسوالی اندخوی می انجامد. در این مسیر طولانی میلیون ها جریب زمین را زیر کشت خواهد آورد. تکمیل فاز اول قشتیپه و انجام میلیون ها جریب از مکه با نام شرکت انکشاف ملی در شرکت ده انکشاف ملی شرکت با هزینه اندک چه در پروژه چاری پا مخوریم به میهن مشغول ساخت و ساز و یا احیای تأسیسات مهم ملی است. از بین رفتن مصارف امنیتی که در نتیجه حاکمیت امارت اسلامی ممکن شد، مؤثریت بودجوی شرکت انکشاف ملی را بیشتر از پیش ساخت. بخش بزرگ بودجه پروژه های خرد و بزرگ در گذشته به تأمین امنیت اختصاص می‌یافت. اما قشتیپه از نظر عدم تخصیص مصارف امنیتی بی نظیر بود. کارگران و کارمندان آن وقتی با پدی پروژو که رشته هم بیر پیسی امنیت در پارا بیلی دلش امنیت امنیتی تدابیر و نیسی نو اس ویغا مشکل هل ده و اغا پیسی هم پا پروژه بانی لگی گی اکنون با شور و شوق منتظر تکمیل شدن قشتیپه به عنوان یک پروژه بزرگ ملی هستند.
شماری برای بازدید از جریان کار بسا همی آیند، می بینند و احساسات خود را با هموطنان خود شریک می سازند. اجرای چونین یک پروژه عظیم را که بریف امریکان را غلی ورده سیل ده توانایی تمام مراحلش داریم که هم طرح و دیزاین، هم عملی کردن و هم به ثمر رساندن. ای اول دومی که خود در یک جای دیدم که از دور مثلا تصور میکردم که چیزایی که گفتم میشه راست است یا نیست، مثلا طول و عرض این پروژه، کارکنای از این پروژه، معملا دیدم که تمام از این چیزی که شنیده بودم با مو شکل هست. یعنی هدف داده چه در توپک زایی چه بلچه و نیسی ده یو غط پیغام ده او دیر هر بدلون ده بیشک نو دقا کانال ده ده سرگنده و نکوی چه افغانان با نور در توپک پزایی ده بل او ده کلنگ لارخ پلوی او ده ده هستنا خ او مثبت خبر ده. برنامه دیگر شرکت انکشاف ملی ایجاد مجتمع بزرگ زراعتی و یک پارک صنعتی در بخش های از فاز اول کانال قشتیپه است. هدف آماده سازی ساحه برای پروسس محصولات حاصله از مزارع تازه ایجاد شده است که بعد به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شوند. قشتیپه تنها یک کانال نیست، بلکه اولین پروژه بزرگی است که توسط مهندسان و کارگران خود ما دیزاین و عملی و با عواید داخلی تمویل می‌گردد. طول پیسی داخلی عواید نور کول کیگی طول کارگران افغانان دی او طرح هم افغانانو برابره کړی ده. نو کو ویډیو خوندر کړی ویډیو درته جالب و، خپل نظرم را سره شریک کړي او د دې ترڅنګ دا وی وای چې قشتیپه کانال ته تلی وای نه وای تلی اینده کې پلان لري لاړ شي لاړ نشي او کمنٹ را ته پریده او دا هم یاد او کې چې راتلونکي ویډیو د شی په اړه کې جوړو مانه نه خو اخی چاره.